به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. یاسین. سوگند به قرآن حکیم که تو قطعا از رسولان خداوند هستی، بر راهی راست قرار داری. این قرآنی است که از سوی خداوند عزیز و رحیم نازل شده است تا قومی را بیم دهی که پدرانشان انذار نشدند، از این رو آنان غافلند. فرمان الهی درباره بیشتر آنها تحقق یافته، به همین جهت ایمان نمی آورند. ما در گردنهای آنان قلهایی قرار دادیم که تا چانه ها ادامه دارد و سرهای آنان را به بالا نگاه داشته است، و در پیش روی آنان سدی قرار دادیم و در پشت سرشان سدی، و چشمانشان را پوشانده ایم لذا نمی بینند. برای آنان یکسان است چه انذارشان کنی یا نکنی، ایمان نمی آورد. تو فقط کسی را انذار می کنی که از این یادآوری الهی پیروی کند و از خداوند رحمان در نهان بترسد. چون این کسی را به آمرزش و پاداشی پرارزش بشارت ده. و یقین ما مردگان را زنده می کنیم و آنچه را از پیش فرستادند و تمام آثار آنها را می نویسیم و همه چیز را در کتاب آشکار کننده برشمردیم. و برای آنها اصحاب قریه انطاکیه را مثال بزن. هنگامی که فرستادگان خدا به سوی آنان آمدند، هنگامی که دو نفر از رسولان را به سوی آنها فرستادیم، اما آنان رسولان ما را تکذیب کردند، پس برای تقویت آن دو شخص سومی فرستادیم. آنها همگی گفتند ما فرستادگان خدا به سوی شما هستیم، اما آنان در جواب گفتند شما جز بشری همانند ما نیستید و خداوند رحمان چیزی نازل نکرده، شما فقط دروغ میگویید. رسولان ما گفتند پروردگار ما آگاه است که ما قطعا فرستادگان او به سوی شما هستیم و بر عهده ما چیزی جز ابلاغ آشکار نیست. آنان گفتند ما شما را به فال بد گرفته ایم و وجود شما را شوم میدانیم و اگر از این سخنان دست بردارید شما را سنگسار خواهیم کرد و شکنجه دردناکی از ما به شما خواهد رسید. رسولان گفتند شومی شما از خودتان است اگر درست بیندیشید، بلکه شما گروهی اسرافکارید. و مردی با ایمان از دورترین نقطه شهر با شتاب فرا رسید، گفت ای قوم من، از فرستادگان خدا پیروی کنید، از کسانی پیروی کنید که از شما مزدی نمیخواهند و خود هدایت یافتند. من چرا کسی را پرستش نکنم که مرا آفریده و همگی به سوی او بازگشت داده می شدید؟ آیا غیر از او معبودانی را انتخاب کنم که اگر خداوند رحمان بخواهد زیانی به من برساند، شفاعت آنها کمترین فایده‌ای برای من ندارد و مرا از مجازات او نجات نخواهند داد؟ اگر چنین کنم من در گمراهی آشکاری خواهم بود. به همین دلیل من به پروردگارتان ایمان آوردم، پس به سخنان من گوش فرا دهید. فرانجام او را شهید کردند و به او گفته شد وارد بهشت شد. گفت ای کاش قوم من می دانستند که پروردگارم مرا آمرزیده و از گرامی داشتگان قرار داده است و ما بعد از او بر قومش هیچ لشکری از آسمان نفرستادیم و هرگز سنت ما بر این نبود، بلکه فقط یک صیحه آسمانی بود. ناگهان همگی خاموش شدند. افسوس بر این بندگان که هیچ پیامبری برای هدایت آنان نیامد مگر اینکه او را استهزاء می‌کردند. آیا ندیدند چقدر از اقوام پیش از آنان را به خاطر گناهانشان هلاک کردیم؟ آنها هرگز به سوی ایشان باز نمی‌گردند و زنده نمی‌شوند و همه آنان روز قیامت نزد ما احضار می‌شوند. زمین مرده برای آنها آیتی است، ما آن را زنده کردیم و دانه های غذایی از آن خارج ساختیم که از آن می‌خورند و در آن باغ‌هایی از نخل‌ها و انگورها قرار دادیم و چشمه‌هایی از آن جاری ساختیم تا از میوه آن بخورند، در حالی که دست آنان هیچ دخالتی در ساختن آن نداشته است. آیا شکر خدا را به جا نمی‌آورند؟ منزه است کسی که تمام زوج‌ها را آفرید از آنچه زمین می رویاند و از خودشان و از آنچه نمی داند. شب نیز برای آنها نشانه ایست از عظمت خدا
ما روز را از آن بر می گیریم. ناگهان تاریکی آنان را فرا می گیرد. و خورشید نیز برای آنها آیتی است که پیوسته به سوی قرارگاهش در حرکت است. این تقدیر خداوند قادر و داناست. و برای ماه منزلگاه های قرار دادیم. و هنگامی که این منازل را طی کرد، سرانجام به صورت شاخه کهنه قوسی شکل و زرد رنگ خرما در می آید. نه خورشید را سزاست که به ماه رسد و نه شب بر روز پیشی می گیرد و هر کدام در مسیر خود شناورند. نشانه دیگر از عظمت پروردگار برای آنان است که ما فرزندانشان را در کشتی‌هایی پر از وسایل و بارها حمل کردیم و برای آنها مرکب‌های دیگری همانند آن آفریدیم و اگر بخواهیم آنها را غرق می‌کنیم به طوری که نه فریاد رسی داشته باشند و نه نجات داده شوند، مگر اینکه رحمت ما شامل حال آنان شود و تا زمان معینی از این زندگی بهره گیرند. و هرگاه به آنها گفته شود از آنچه پیش رو و پشت سر شماست از عذابهای الهی بترسید تا مشمول رحمت الهی شوید اعتنا نمی کند. و هیچ آیه ای از آیات پروردگارشان برای آنها نمی آید مگر اینکه از آن روی گردان می شود. و هنگامی که به آنان گفته شود از آنچه خدا به شما روزی کرده انفاق کنید، کافران به مؤمنان می گویند آیا ما کسی را اطعام کنیم که اگر خدا می خواست او را اطعام می کرد؟ پس خدا خواسته از او گرسنه باشد. شما فقط در گمراهی آشکاری. آنها می گویند اگر راست می گویید این وعده قیامت کی خواهد بود؟ اما جز این انتظار نمی کشند که یک صیحه عظیم آسمانی آنها را فرا گیرد، در حالی که مشغول جدال در امور دنیا هستند. چنان غافلگیر می شوند که حتی نمی توانند وصیتی کنند یا به سوی خانواده خود بازگردند. بار دیگر در سور دمیده می شود. ناگهان آنها از قبرها شتابان به سوی دادگاه پروردگارشان می روند. می گویند ای وای بر ما، چه کسی ما را از خوابگاهمان برانگیخت؟ آری این همان است که خداوند رحمان وعده داده و فرستادگان او راست گفتند. صیحه واحدی بیش نیست، فریادی